سلام بچه ها، امیدوارم همگی خوب باشید. میخوام امروز از تجربه خودم در فرودگاه جدید استانبول بهتون بگم. سفری که من به کانادا میرفتم و کانکشن من از ایران به استانبول بود و در فرودگاه جدید، قبلا فرودگاه آتاتورک رو تجربه کرده بودم ولی این بار در فرودگاه جدید قرار گرفتیم که خب خیلی خیلی متفاوت‌تر از هر نظر، فضای معماری، فسیلیتی‌های زیاد، امکانات خوب، تهویه خوب و تعداد بسیار زیاد فروشگاه، آوتلت و کافی شاپ های متعدد، سرویس بهداشتی های خوب، فضاهای استراحت، بالوش 257 این از این تخت های نپ در نپینگ زون هاش قرار گرفته و چیزایی که براتون یکی توضیح میدم. اینجا که دارید میبینید خب فروشگاه مختلف هست، شما میتونید اینجا سوغاتی های ترکیه رو بخرید اگه علاقه دارید، میتونید باسلوق یا از اون شیرینی های کوچولویی که ژله شکل هست رو بخرید، حالا همونجا مصرف کنید که همراه خودتون ببرید، ولی خب مواظب به اضافه بارتون به شدت باشید، مخصوصا در سفر به کشورهایی مثل آمریکا و کانادا. خدمت شما که عرض کنم، این فرودگاه یکی از نکته هایی که داره اینه که وقتی شما میخواین ترانزیت کنی، یعنی اینکه در این فرودگاه چند ساعتی میخوای معطل باشی و بری پرواز بعدیت، شما خب نیاز هست که اینترنت داشته باشی که با خانواده یا دوستات در تماس بشی یا کارتو انجام بدی. اینجا میتونی توسط دستگاه‌های زیادی که شبیه به چیز هست، همین ATM ها هست، حالا کمی فرمش متفاوت هست، میرید و پاسپورتتون رو از اون قسمتی که بارکد داره میکشید بینش و به شما یک پاسپورت میده، یک یوزرنیم پاسپورت میده و میتونید به مدت یک ساعت با یک لیمیتد مشخصی از اینترنت استفاده کنید. این از این بابت. دوم، دوستانی که دلشون میخواد که بیان و در این فرودگاه بخوابن، استراحت کنن، مثلا ترانزیتشون مثل من هلوش 9 ساعت در این فرودگاه بود، اگر که بلیت بیزینس رو شما خریداری کنید از ایرلاین ترکیش، میتونید در قسمت طبقه بالا که در ادامه بهتون نشون میدم از قسمت ترکیش لانج استفاده کنید که همین قسمت که دارم دیدید، این قسمت نقلی رنگ که میتونید از این فضا استفاده کنید و خدمتون که عرض کنم استراحت کنید، بخوابید، پلینگ زون برای بچه ها داره و فضا جالبی کنند و فضا سرو میشه، درینک سرو میشه و میتونید ساعت خوبی رو اونجا داشته باشید. حالا اگر که بیزینس نداشته باشید، میتونید برید به ورودش مراجعه کنید و فکر میکنم نفر 70 یورو شارژ میکنه و میرید داخل، که خب بعضی روزا هم این کار رو نمیکنه و اجازه نمیده کسی داخل بره، مثل اون روز که من بودم نتونستم داخلش برم. نکته بعدی این هست که اگر که شما دنبال فضا استراحت میگردین و اون نپینگ زون ها رو پیدا نکردید، هیچ ایرادی نداره، شما میتونید در تمام رستوران ها و کافی شاپ هایی که اینجا هست که همگیشون مجهز پریز برای شارژ کردن گوشی، که خب یکی از مهمترین چیزهاست برای زندگی امروزی، استفاده کنید. معمولا صندلی های زیادی داره، همونجوری که الان دارید میبینید، میشه قشنگش استراحت کرد و یک چیز خیلی عرفیه، من جدید نیست اینکه مثلا شما میتونید برید راحت رو صندلی هاش ساعت ها بشینید، کسی به شما اعتراض نمیکنه که چرا نشستید و میتونید مثلا بلند شید و نفر بعدی میخواد بیاد، اصلا همچین چیزی نیست. همونجوری که میبینید همه با وسایلشون اینجا ساعت هاست که نشستن، حالا اون نوشیدنی خودشون یا غذای خودشون رو خوردن. فروشگاه های خیلی زیادی داره که خب همیشه پیشنهاد میشه از فرودگاه کسی خرید نکنه، چون واقعا فرودگاه تمام دنیا همه چیش ریتش بالاست، از اکسچنجش گرفته تا خرید از فروشگاه هاش، که حالا من خودم علاقه ندارم به این خرید ولی خب شاید دوستانی علاقه داشته باشم و این خدمات رو فرودگاه استانبول به شما میده بسیار زیاد. این تابلو که دارید میبینید مدام باید چکش کنید، این ساعت پرواز هاتون رو به شما نشون میده و شما باید همینجور چک کنید، مثلا اگر ساعت 15 و 30 از پرواز شما، این دیگه باید بمونید نگاه کنید تا ببینید که کی روی تابلو اعلانات نشون میده که گیتتون رو به شما نشون میده، شما میرید به سمت گیتتون و در اونجا سکیوریتی چک هاتون انجام میشه. اگر به آمریکا یا کانادا سفر میکنید، سکیوریتی چک های زیادی داره. این سفر که من خواستم بیام، تعداد زیادی از کشور سوریه فکر میکنم بودن
که اینا اومده بودن اصلا جلوی ورودی گیت فکر میکنم 44، بسیار بسیار شلوغ بود و حتی کفششون هم در می آورد. اگر با همچین منظری روبرو شدید اصلا نگران نباشید، چیز خاصی نیست و احتمالی که شما رو تا مرحله چکاپ کفش هم جلو ببرن وجود نداره و نگران نباشید، مخصوصا اگه بچه کوچیک دارید که اصلا اوکی هست و راحت رد میشید. اگر که بچه کوچیک دارید اینجا، حالا اسمی از فرزند رو آوردن، یه فرزند رایت همراه خودتون توی فرودگاه، دقیقا همون جایی که از هواپیما پیاده میشین و وارد این فرودگاه بزرگ میشید، تعداد زیادی از این استرولرها وجود داره یا همون کالسکه های پلاستیکی وجود داره، میتونید بچه رو سوارش کنید. و این توضیحات من بود در مورد داخل فرودگاه. فرودگاه بسیار شلوغیه، آروم آروم سوار میشید و حرکت میکنید، میرید به سمت مقصد.